درود خوانندگان ذکاوتمند روزنامه دوست داشتنی جوانان تاجیکستان، شما را طولی چند دقیقه با نشر نوی روزنامه جوانان تاجیکستان آشنا می‌سازیم. تاجیکستان و ازبکستان از حالت کنونی تا دورنمای مجموع مناسبت های شریکی استراتیگی در ملاقات پیشوای ملت با سروزیر جمهوری ازبکستان. در این مطلب راجع به تشریف سروزیر جمهوری ازبکستان محترم عبدالله آریپوف و ملاقات او با سروری مملکت معلومات داده شده است. در این ملاقات کدام مسئله های مهمی همکاری های دو کشور گفته شد؟ برای جواب به این سوال سر بزنید به این مطلب. پرداخت غیر نقدی در ساحه معارف، والدان اوید به این نوع خدمت رسانی چی نظر دارند؟ در این نگاشتن نیز راجع به پرداخت های غیر نقدی از جمله پرداخت اجاره کتاب های درسی سخن می رود. در این مطلب روزنامه‌نگار با والدان خوانندگان اینچنین مسئولان وزارت معارف صحبت نموده است. والدان وابسته به این نوع پرداخت چی نظر دارند؟ این نوع پرداخت چی برتری ها دارد؟ تنها جواب این پاسخ ها را در این مواد تحلیلی پیدا کردن می توانید. بهادر گلشن و آرزوهای 70 سالگی. در این مواد وابسته به حیات و فعالیت بهادر نعمتوف، هنرمند ممتاز کشور بخشیده به زادروزش صحبت کسبی انجام داده شده است. او چی سرگذشت دارد؟ چی مشکلی ها را این هنرمند در پیروهای صنعت پشت سر نموده است؟ بعد مطالعه این مواد حتما خواهید فهمید. وزن برداری که وزنینی ورزش را احساس نمی کند. با چنین سرلفه مواد پیرامون وزن بردار تالی خالنظرف آماده گردیده است که از قهرمانی این تاجیک پسر پرچم برداری کشور قصه می کند. مطلب دیگر با نام پخش مستقیم از نشستای مطبوعاتی چی منفیت دارد در صفحه دیگر این شماره روی چاپ آمده است. آن بابت برتری اطلاع رسانی توسط پخش مستقیم از نشستای مطبوعاتی قصه می کند. در این مطلب یکی پخش مستقیم را تنبلی، دیگری چند رسانه‌ای عنوان کرده است. تماشابینان گرامی، شما چی نظر دارید؟ امیدوارم بعد مطالعه این مطلب حتما به سوال خود پاسخ می‌یابید. تلفن دستی دستوری مفید برای پژوهشگران و جوانان و انتقام نیز از مطالب های دیگری روزنامه میباشند. گلافشان نصرالدین بودم و شما را با نشر نوی روزنامه جوانان تاجیکستان آشنا ساختم. خیر.